سلام سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال گرین وات. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و پر انرژی باشید. امروز داریم میریم به سمت گنبد سلطانیه، جایی که مغول ها این بنا رو برپا کردن، و میریم به جلوتر که این بنا رو از نزدیکتر ببینیم. این مکان که در استان زنجان واقع شده، یکی از بزرگترین و قدیمیترین و باشکوهترین گنبدهای روی ایران یا در جهان محسوب میشه. از ویژگی‌های مهم این گنبد داشتن دو جداره آجری جهانه و 8 مناره داره که برای خونسا کردن نیروی رانشی گنبده و نیروی رانشی زمین لرزه. حتی اون زمان هم فکر این بودن که چجوری زمین لرزه رو خونسا کنن. همونطور که گفتیم، این بنا توسط مغول ها احداث شده و در اون زمان هشتمین سلطان یعنی اولجایتو، که بعد اسمش رو تغییر داد به اسم محمد و دیگران هم بهش لقب خدابنده را دادن، و اون هم اینجا را بنا کرد که معماریش حالت ایرانی اسلامی می باشه. این سلطان محمد یه سفر به عراق که رفته بود، انقدر تحت تأثیر روحانیون و عالمان اونجا قرار گرفت که میخواست پیکر امام علی و امام حسین را از اونجا منتقل کنه به اینجا، ولی متاسفانه نتونست پیکر امامان را از نجف و کربلا منتقل کنه به اینجا، یعنی سلطانیه. اینا اضافه کنم که گنبد سلطانیه سومین گنبد بزرگ آجری جهان که ارتفاعش به 48.5 متر میرسه و قطر مرکزش 25.5 تا 26 متره. این بنا که مشاهده میکنید در زمان خودش کامل بوده و هیچ مشکل نداشته، ولی بعد گذشته 700 سال زمینا و اماکن دورش و ساختمانهایی که اطرافش به کامل تخریب میشه و خود بنای اصلی هم تا حدودی آسیب میبینه، که امروزه با مرمت هایی که انجام دادن تونستن به روز اول برش گردونن. این چوب بست ها و دابست هایی هم که مشاهده میکنید، اینا حدود 50 ساله به همین شکل در اینجا باقی مونده و از قدیم یه سری معمارهای ایتالیایی و خارجی قصد داشتن که اینجا را مرمت کنن، ولی بدین شکل باقی مونده تا الان و هیچ کدوم از اینا متصل به بنای اصلی و دیواره ها نیست. میهانه بنا سینر شاه تبریزی تلاحش هم خواجه رشید عدیل فضلالله همدانی 10 سال چشیده ساخته بشه با 3000 نفر کارگر. 3 سال هم زمان بوده برای تزیینات این بنا. اولجایتو نام مغولی سلطان هستش به معنای خوشبخت، وقتی که مسلمان میشه در مورد نام محمد، همون سلطان محمد خداونده. ایلخانیان یا مغولان آیین داشتن به نام آیین شمن، طبق همون آیین قبراشون رو مخفی و بدون چشم افراد در خشکه، به خاطر اینکه قبر سلطان تا به امروز نشسته است نشده. بنا در دست مرمت داربست هایی که شما دارید اینجا ملاحظه میکنید، این داربست نزدیک 50 سالی که اینجاست. ایتالیایی بستن قبل از انقلاب، خودشون مشغول به کار شدن، بعد از انقلاب اونو رفتن، چند سالی کارا مونده. از سال 70 به بعد بازم مرمت اینجا شروع شد و بازم اینجا گردش شد. ایوان پشت سرتون مرمت شده، دو تا ایوان این برتر کاشیکاری شده، گلدسته های سری همکاری دو تا داره بنا صورت گرفته. کاشی چی میبینید؟ این کاشی سال 1387 تموم شد توسط اسپانیایی محترممون. 88 شروع شده به باز شدن داربست بالا، ولی داربست داخل فعلا بعید میدونم به این زودی باز بشه.
مطمئن میخوام ایوان پوستر شما داری ملاحظه میکنید، ایوان کامل مرمت شده، 8 سال تو چشته فقط همین ایوان مرمت بشه، اونجایی که پررنگن اصلی هم، اونجایی که چم رنگن مرمتی هم. این گوشه نگاه کنیم پایین آگازه بسم الله الرحمن الرحیم میچستش آگازه سوی فتح برانه سوی فتح شروع شده دور زده همینجا هم خاتمه پیدا کرده. اون بالا نرده های چوبی رو داریم که نوعی چوبیش رو سازه در کشت سازی از اونها استفاده میشه. از این دو دومن چوب ها رو بردن بالاشون مونه بعد پایینش رو مشبه شما از اون سمت سردار رو بدید قربت کنه بینید از این سمت هم طبعات تشریف که بازم اگه سوال داری خیلی چنین بیاییم چمانش آروم آروم